تو این ویدیو به خنده دار تا این پدیده‌های رپ فارسی می‌پردازیم و به صورت مفصل راجبشون صحبت می‌کنیم. ویدیو رو تا آخر نگاه کنید چون احتمالاً یکی از بهترین ویدیوهای چنل پوری و بچه‌ها باشه. شماره 10، دیسای علیوج. علیوج بیشتر از رپر دیگه ای دیس تو کارنامه‌اش داره و به اندازه کریر شاپور فقط دیس به ویلسون داره. کلن در هر تاریخ و هر شخصی کوچکترین مشکلی قطعا بدون شک و 100% توسط علیوج دیس خواهد شد. علیوج تو دستگرمی نمیدونم چندومش زحمت کشید و کل رپ فارسی رو دیس کرد. شماره 9، مصاحبه های پیش رو. واسه رفع افسردگی میتونید مصاحبه های پیش رو نگاه کنید. خودم نمیدونم پیش رو چی مصرف میکنه که همچین مزخرفاتی رو چه تو آهنگ و چه تو مصاحبه هاش میگه، ولی مطمئنا جز خنده دارترین پدیده های رپ فارسی. مثلا یه جا میگه آهنگو سرطان رو شفا میدن. دوستای قدیمی من سرطان نخاع داشته و اصلا خوب نمیشده، هر دکتری رفتن جوابش کردن و میگفت که با آهنگ باطل شده تو یه انرژی بهش دست داده که تونسته مریضی خودش رو درمان کنه، شفا بگیره. دقیقاً زمانی که من دارم از خدای خودم میخوام که خدای منو شفا بده، حالمو خوب کن، یه پیام به من میرسه که یکی با موزیک تو شفا گرفته، اونم از قطع نخاع. شماره 8، استوریای شاهین فلاکت. اصلا خود اسم فلاکت سراسر خنده است. حالا شما فکر کن این شخص به مدت 2 سال هر روز عکس طناز طباطبایی رو استوری میکنه به عنوان عشقش. شماره 7، ریاکشن‌های رپی. از اونجایی که اکثر اشخاص ریاکشن رونده سعی در خواهی مالی رپرها دارن، در نتیجه شاهد تحلیل‌های خیلی عجیب و کوچوشر از روی این عزیزان هستیم و حتی شاهد حضور اشخاصی تو این زمینه هستیم که هیچ گونه اطلاعاتی از رپ ندارن. همه اینا دست به دست هم میدن تا ما بیشتر بخندیم. شماره 6، فحاشی‌های خلسه. خلسه یه زمانی به دلیل مصرف انواع مختلف مواد مخدر در مواقع درگیری اقدام به فحاشی در فضای مجازی میکرد که نتیجهش پدیده خنده‌دار به اسم فحاشی خلسه. اگه فکر میکنید بهترین فحاشیش به پارسالی بوده، پس اینو حتما ببینید. جعفر مادر جنده، کیرم تو کس ننت خار کسه، کیر منم هم. اگه خایه داری یه بار اومدی ملت بی ناموس دلغک، کس ننت خار کسه، دوباره میام ننت رو میدوزدم تخت. شماره 5، کامینگ سون های آلبوم یاد. 9 سال از خبر پخش آلبوم یاد میگذره و هر سال منیجرها و آهنگسازهای حسین اعلام میکنن که به زودی میاد. حتی یه دوره قرار بود آلبومی به اسم یاد بود منتشر بشه که اونم کنسل شد. یه مدت بعد قرار شد یاد 2 پارت بشه که باز معلوم نشد چی شد. خلاصه منتظر نباشید همه آهنگایی رو دو یا سینگل پخش کردن یا فیت فولی پروختن تموم شد و رفت. شماره 4، استعدادیابی های رپرها. قبلا یه ویدیو جداگانه راجع به این مبحث داریم. کلا هر رپری تو رپ فارسی به پولی میخوره سریع استعدادیابی را میندازه، بعد از خوردن پول بچه سالا 2 یا 3 تا شخص فوق کسری به رپ فارسی اضافه میکنه که اضافه کردن این اشخاص بستگی به پول تو جیبشون داره. اصلی آکادمی اومد بالا سایتش، بچه‌ای که استعداد دارن تو هر زمینه‌ای ثبت نام کنن. یه صحبتی بود راجع به اینکه آقا چرا هزینه میگیری برای استعدادیابی؟ چرا باید پول بدیم بابتش؟ معلومه چه چرا. یاد اولای خودم افتادم، شما کار میکردم میرفتم میدادم استودیو ضبط میکردم برام میکس مستر میکردن، چون هزینه‌ش رو سخت در میآوردم هی مینوشتم پاک میکردم، هی مینوشتم پاک میکردم، چون واسهش ارزش قائل بودم. تو شماره 3، تیم منیجرای یاس. یاس حدود 3 یا 4 تا منیجر داره و آخرین آهنگی که ازش منتشر شد برای 2 سال پیشه و ماهی یه دونه عکس میذاره. حالا سوال اینه، مفهوم منیجر و تیم مدیریتی تو زندگی یاس چیه؟ شماره 2، بانوان رپر.
با عنوان حال حاضر تو رپ فارسی علاوه بر فمینیست بودن هیچ هنری تو رپ خوندن ندارم و به سختی یه آهنگ سولو خوب رپرهای زن وجود داره. فقط اخیراً یه ذره زیر زنگی که زیر تونی وان جی معروف شده بود که اونم رید. این گزینه شامل تمام بانوان مربوط به رپ فارسی میشه به جز دوست دختر عرفان. شماره 1، ایلومیناتی. یه مدت کل رپ فارسی در حال مبارزه با ایلومیناتی بودن. الان زیاد کسی دنبال این موارد نیست ولی باز شاید توهمات احمقانه پوتک و پیشرو هستیم. ایلومیناتی نمیذاره اینو ما بخونیم. ایلومیناتی نمیذاره ما اینو آهنگا اجرا کنیم. دوباره گو خورده. که در حال نبرد با شیاطین ایلومیناتی هستن. ویدیو تموم شد. ولی مطمئنا قابلیت پارت دوم هم داره. پس پیشنهاداتتون رو کامنت کنید. لایک و این داستان ها دیگه. فعلا خدافظ.